بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در 3 سال گذشته حدود 97 کودک مبتلا به بیماری سوء تغذیه‌ای حاد را در افغانستان درمان کرده است. این سازمان افزوده این خدمات با حمایت کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در 112 مرکز ارائه شده است. پیشتر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که ناامنی غذایی به یک بحران در حال گسترش در افغانستان تبدیل شده و هم‌اکنون حدود 3 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه مواجهند. این سازمان همچنین گفته بود که 850 هزار نفر از این کودکان به سوء تغذیه حاد دچار هستند. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه اوچا گزارش داد بیش از 3 میلیون نفر به دلیل درگیری و سیل در سراسر کشور آواره شدند. شاین ذکر است باران‌های سیل‌آسای موسمی و بقایای طوفان یاگی حدود 1 میلیون نفر را در 70 شهرستان از 330 شهرستان کشور تحت تأثیر قرار داده است و خسارت قابل توجهی به محصولات زراعی، زمین‌های کشاورزی و دام وارد کرده است. صدها نفر در اعتراض به زنکشی در ترکیه به خیابان‌ها برآمدند و بر ضد قتل‌های زنان تظاهرات کردند. معترضان ملبس با لباس سیاه تصاویر دو دختر 19 ساله را حمل می‌کردند که به تازگی از سوی یک مرد در فاصله 30 دقیقه کشته شده بودند. به گفته یک سازمان حقوق زنان، روز شنبه تظاهرات نیز در آنکارا و ازمیر برگزار شده بود. اعتراضات علیه قتل‌های زنان ابتدا در شهرهای بزرگ آغاز شدند، اما اکنون به شهرهای محافظه‌کار مانند شانلی اورفا در جنوب شرقی ترکیه نیز گسترش یافته است. جمعی از معلمان یک مدرسه در فرانسه با اعتراض به وجود تبعیض علیه دانش آموزان مسلمان از یک دانش آموز محجبه حمایت کردند. پس از حمله به یک معلم در دبیرستانی در شهر تورکوئن به این دلیل که او از یک دانش آموز محجبه خواسته بود حجابش را بردارد، برخی از معلمان با توجه به اصل مبارزه با تبعیض به حمایت از دانش آموز محجبه برخواستند. گفتنی است در روز حادثه معلمان دبیرستان حق ترک محل کار خود را اجرا کرده و کلاس ها تعطیل شد. کار ساخت اولین قبرستان اسلامی در مینه‌سوتای آمریکا در ماه می سال 2025 میلادی به اتمام می‌رسد. پس از یک دهه تأخیر به دلیل مشکلات قانونی و سنگ‌اندازی‌های مخالفان، سنگ بنای اولین قبرستان اسلامی برای مسلمانان در مینه‌سوتای آمریکا گذاشته شد. جیلانی حسین، مدیر اجرایی بخش مینه‌سوتا در شورای روابط اسلامی آمریکایی طی اظهاراتی گفت این همیشه آرزوی جامعه مسلمانان بود که قبرستان خود را داشته باشند. فیجی قصد دارد با کمک مالزی صنعت حلال خود را توسعه دهد و به یکی از بازیگران اصلی در این صنعت تبدیل شود. در همین راستا اتحادیه مسلمانان این کشور یک تفاهمنامه بانکی را با مالزی به امضا رساند. این تفاهمنامه می تواند فرایند و رویه های صدور گواهینامه حلال از سوی اتحادیه مسلمان فیجی را تسریع کند. فرماندار ایالت کاتسینای نیجریه مبلغی معادل 10,000 دلار برای بازسازی مسجدی 200 ساله در داماگرام جمهوری نیجر اهدا کرده است. در همین راستا الحاجی عمر گواجو، مشاور ویژه در امور سیاسی فرماندار کاتسینا، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که این مسجد تاریخی که تقریبا تخریب شده بود بازسازی خواهد شد و یک مسجد با طراحی جدید جای آن ساخته می شود. به تأکید کرد که فرماندار اشتیاق زیادی به ایجاد ارتباط با مسلمانان به منظور توسعه اجتماعی در این منطقه دارد. دانشجویان، اساتید و جامعه مسلمانان در دانشگاه نایروبی پس از نیم قرن به زودی صاحب یک مسجد در محوطه اصلی دانشگاه خواهند شد.
گفتنی است این دانشگاه 54 ساله قدیمی ترین دانشگاه کنیا است و در شرق آفریقا رتبه برتر را دارد، اما تلاش برای ایجاد این مسجد از همان آغاز تأسیس دانشگاه آغاز شد. مسلمانان میگویند که بحث‌ها برای ساخت مسجد در حدود سال 1972 میلادی، دو سال پس از ساخت این دانشگاه مستقل آغاز شد، تا اینکه گفتگوها در سال گذشته به نتیجه رسید و در نهایت دولت مجوز ساخت مسجد در محوطه دانشگاه را صادر کرد. مصرف زیاد نمک یکی از عوامل اصلی افزایش فشار خون است که با افزایش شیوع بیماری‌های قلبی، عروقی و فشار خون بالا به عنوان یک عامل خطر مهم برای این شرایط شناخته شده است. محققان دریافتند یکی از مهمترین پیامدهای مصرف زیاد نمک افزایش فشار خون است که اغلب به عنوان قاتل خاموش شناخته می‌شود، زیرا علائم آن معمولاً قابل توجه نیستند. فشار خون بالا عامل اصلی سکته مغزی و بسیاری از بیماری‌های عروق کرونا است. افزایش مصرف لوبیا و حبوبات کیفیت رژیم غذایی و دریافت مواد مغذی را افزایش می‌دهد و خطر ابتلا به بیماری‌های اصلی را کاهش می‌دهد. بر اساس تحقیقات جدید، افزایش مصرف لوبیا و حبوبات با بهبود کمبود مواد مغذی و کیفیت بالاتر رژیم غذایی در بزرگسالان آمریکایی مرتبط است. نتایج نشان می‌دهد که مصرف بیشتر لوبیا، کمبود مواد مغذی از جمله فیبر غذایی، پتاسیم، منیزیم، آهن، فولاد و کلین را جبران می‌کند.